سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو هم چه کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به اخبار رپی دیگه و کوکتل بیلبورد در انتها. می‌خوایم بررسی کنیم اخبارهایی که بوده، خبرهایی که بوده و همچنین امتیاز آهنگا و ویوهاشو ببینیم توی پلتفرما. هفته عجیبی بود. خیلی عجیب بود. بریم دیگه. برو بریم داشته باشیم. البته خیلی قرنی جای بریم. یه وله میاد میریم. بهزاد لیتو و محمد رضا شاه رسیدن به کلاب صدتایی های ساندکلاد و جفتشون اکانت رسمی ساندکلادشون از 100,000 فالوور عبور کرد. جالب اینجاست که بهزاد لیتو فقط 18-19 ماهه که به صورت رسمی تو ساندکلاد فعاله. بحث رسیدن به تعداد فالوور یا سابسکرایب خاص پوریا پوتک 1,000,000 شد. خبر خوبیه، تبریک میگیم بهش. همچنین پوریا پوتک تیزر سوم امیری رو منتشر کرد و قرار پخش بشه، اما خودش اذعان داره که همچنان ژن نهایی ویدیو نرسیده دستش و تا برسه احتمالاً پخش خواهد شد. گاهی وقتا دادن شانس دوباره به یه نفر مثل دادن یه گلوله اضافه است، چون با شلیک اول نتونست. شده انگشتم ها قسمت را تره خوش برام، دشمن تری از دشمن ها قریبه یخ خوشتلان. رو پیشونی مون مون مهرتو میکنی عروم عمرتو، کردی شلوغ دور تو، اکی باختن من چوب برد تو. چقدر بد میگذره این روزا، هیچ که هستانی ولی نیست توی تو ماشینه که میذاری هستانی. یاد تو میفتم بعد پکسل بوم احال میرم بعد پکستومی با چشای خیس به هوش میام. ویدیویی که دیدید تیکه ای از آهنگ جدید پوریه که قرار به زودی منتشر بشه. خودم میخوام رپ نکنم ولی داشت نمیشه، یک چون طرف سرم مال میکنم، دو خار دشمنم قیده میشه. پر نکن کی گوز لاتی، جی به عقبم دارم کی فول لاتی، بچه خرید زه بچه کی فول بام نی، جای تراوه زده کی فول لات نی. داری بام کار بام کن داشکال، خط واسه ستوناس نواست و آشکال، ویدیو بلاد پارتی واسه شاد باش جلو یوتوب سوایی زدم با پل. شاقی منو در کم کن، شر کم کن، سر خم کن، هرچند تو نمیگیری منو اصلا جم کن، جلو مومیز شطرنج و تو جیبت خالیه، منم مغزم کن، حتی غرب لندن خوندن همه امرو خانوما رو دوست دارم مثل زن بهرام، قلبم صافتره کف دستم هشتره همه بلاد دا اجرایی که دیدیم اجرای جدید سروش هیپاپولوژیست بود. یه نکته خیلی عجیبی بود. آقا خیلی ها اینجوری هن که فوش ناموسی، حرف ناموسی اینا نزنید. و خب البته که دوکی داشت اینجا حرف ناموسی نمیزد، میگفت خانوما رو دوست دارم مثل زن بهرام. یعنی چی؟ یعنی وجه اشتراک من و خانم بهرام اینه که زنا رو دوست داریم، چون خانم بهرام فمینیست هممون میدونیم. اما خیلی ها اینو میگفتن آقا دیس فوش ناموسی اصلا چه ربطی داره، و خیلی هم اینجوری بودن که حال میکردن که مثلا به زن یه شخصی داره اینجوری فوش داده میشه، در صورتی که تیکای خیلی ریستر جاهای دیگه بود اینجوری بودن که چرا خانواده رو داری قاطی میکنی فلان. همچین نکته ای اون دوستان اینجوری برداشت میکردن. من خواهم اینم چجوریه، یعنی کلا فوش ناموسی اینا اونجا که خودمون دوست داریم یکی بده اوکیه، ولی اونجا که دوست نداریم اوکی نیست؟ فرقی داره تش یه چیزی که حالا چون با یکی حال نمیکنیم اگر فوش ناموس داده شد بهش اوکیه. خب اون آرتیست هم همینه دیگه، با یکی حال نمیکنه فوش ناموس میده، چجوریه؟ یه عکسی داره دست به دست میشه که از حسین و شخصایی که نزدیکم به گروه اپیکور و تو موزیک ویدیوهاشون بودن و این داستان ها، و یک شایعه ای رو داره پخش میکنه که میگن حسین در استانبول بوده با امیر اپیکور دیدار کرده و آهنگ جدیدشون هم قراره منتشر بشه. حالا شایعه ای که هست، ما هیچ صحتی نمیدونیم داره یا نداره. همونطور که میدونید دیگه خبرش ترکید دیگه، همه جا دیدید آلبوم خونه خورشید بهرام ولی سورنا منتشر شد و خیلی از آرتیستا واکنششون دادن. اول از همه کابوس اینجوری بود، قوی آقا هم علی همون استاد چیز چپ و سیاسی اینا هم من ندیدم، و رپ قوی درست و جدی که خیلی ها یادشون رفته چه شکلیه. از نظر این که به نظر خیلی ها خیلی شنیدنی نیست و سنگینه هم هست دیگه، همینه. نفر بعدی کوروش وانتونز بود که البته توی اینستاگرام هم تیکه های استوری گذاشت از آلبوم که دوست داشته، همچین چیزی توی تلگرامش نوشت. بهرام دمش گرم، بعد 20 سال عجب قلمی، یاد قدیمه افتادم. شخص بعدی که واکنش نشون داد علیرضا
جی جی بود به این شکل: تون تون کلمه گفتن راجع به سیاست و اجتماع، روبیتای 20 سال پیش، استیکر حالت تهوع. ربط چیه؟ بنویس کتاب اجتماعی. اینم نظر علیرضا جی جی. سروش هیچ کس مثل قدیما برای آلبوم مجاز کرده خیلی طول کشید تا بیاد، یه پستی گذاشته و توییتی گذاشته که آقا ادامه این جمله رو کامل کنید که به نظر میاد قراره اسم موزیک جدیدش هم باشه یا ربطی به هر حال به کانسپت آهنگ جدیدش داشته باشه. عرفان هم توی چنل تلگرامش یه همچین چیزی نوشت، میخواد به یه سری ها بپردازه و بعضی ها میگن که احتمالاً دیسترکی در راهه. آهنگ کنسله هم که ازودی میاد بیرون، خیلی ها رو کنسل میکنه دیگه. وایسی که شنیدید وایس آرتا بود در رابطه با آهنگ کنسله که قرار فیت خیلی بزرگی باشه، 5-6 تا رپر توشن. یه نکته خیلی عجیبی هول هوش آلبوم خونه خورشیده. تو اینستاگرام همه دارن حال میکنن، توی توییتر همه دارن فوش میدن و اینجوری ان که اینا کمونیستن و این داستان ها. حالا نکته جالب اینجاست که بهرام قدیم ها میگفت میخونه برای مردمی که ژنتیکی دیکتاتورن و خیلی بهشون برخورد. چرا بهرام از بالا به پایین نگاه میکنه؟ و الان اونجور که ما داریم میبینیم توی توییتر خیلی ها دارن فوش میدن بالا پایین. چرا؟ چون نظرش اعلام کرده، گفته آقا نه تاج نه عمامه. حالا این ور اونور دارن میچسبوننش و اینا، بعضیا میگن مجاهده، بعضی میگن اینا رو کاری نداریم. مسئله اینجاست چه جوریه وقتی دنبال آزادی بیانیم، یکی نمیتونه بگه که آقا من مخالفم با مسیر یا نه، و همه میگیرن روش. مگر شما برای آزادی بیان دارید نمیجنگید؟ مگه نمیگید سلطنت مشروطه میخوایم؟ ولی خب یکی نمیخواد، همه باید بخوان. همینه بهرام میگه دیگه، ژنتیکی دیکتاتورن. آقا نمیخواد، دوست نداره، نظرش اینه. حالا یکی هم بیاد نظر نده، همین آقا چرا نظر ندادی، نظرم بده اینجوری. خب چرا؟ آقا اصلا دوست نداره، نمیخواد، هم باید بخوان، زوره. من نمیدونم این چه جوریه. بعد همینا میگن چرا خیلی ها حرف نمیزنن، حرف بزنن که اینجوری شه. بابا مگه نمیگید آزادی؟ مگه نمیگید سلطنت مشروطه میخوایم؟ همه باید حتما رأی بدن، همه باید هم نظر شما باشن. یکی هم نظر شما نیست. اگر خدا بخواد روز این اتفاق افتاد بود که قرار بود انتخاب کنیم، شما به دید خودت رأی میدی، اونها به دید خودشون انتخاب میکنن. حالا چرا از الان اینجوریه؟ اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ خب اون چیزی هم که باش مخالفین همین جوریه ها. میگه داداش من میگم روسری نمیخوای، برو بیرون، روسری امر معروف، چک لغت کتک، الکل هم میخورید. این همینه که آقا تاج نمیخواد، این بابا تاج نمیخواد، مثلا دوست داره، نظر شخصیش. بعد حالا خیلی جالب اینجاست، بعضی هم اینجوری فوش میدن، میگن خب فوش هم نظر شخصی ماه. بابا آزادی بیان اونجایی قشنگی که در کمال شور حرفتو بزنی، نظرتو بیان کنی و همه بپذیرن که آقا همه هم عقیده نیستیم و عقاید متفاوت هست. حالا من برای خودم این مسیر رو دوست دارم انتخاب کنم، به هیچ کس هیچ ربطی نداره. حالا نگاهمون به همه جا هست، نه این مسیر رو رفت، اون این نظرش این نیست. مگه غلط کرده؟ نظرش این نیست، باید این باشه. حالا که نظرش این نیست، اینه پس اون چجوریه؟ پس توییتر آجی چه فضاییه، چه فضای عجیبیه. و واقعا جوری که توی توییتر دارن میگن، مردم اصلا آلبومو دوست نداشتن و هیچکی پلی نکرده، بعد تو کمتر از 24 ساعت میلیونی شده با این حجم دانلود، با توجه به اینکه خریده شده بود. خیلی هم مبلغ خریدش اونجوری که به نظر میاد باید خوب باشه با این حجمی که داریم میبینیم. لحاظ لایک و کامنت و این داستانا هم نسبت به آهنگای دیگه که همینقدر ویو میخورن، همه چیش آمارش بیشتره. و چه جوریه؟ یعنی ما تو 24 ساعت نداشتیم یا همچین 5 تا ترک اینجوری این حجم از میانگین ویو رو بگیرن تا حالا. بعد تو توییتر دنیا یه جور دیگه است، موازیه و هیچ کی دوست نداشته، هیچ کی گوش نداده. یعنی 300 هزار نفر یه بار گوش دادن، اصلا وجود نداره. خیلی عجیبه. بعد همینجا تو همین فضای توییتر از تاثیر زردی رسانه ها حرف میزنن، خیلی باحاله. حالا از این مسئله که بگذریم، میخوام بریم کوکتل بیلبورد رو ببینیم. اما قبل از اینکه کوکتل بیلبورد رو ببینیم، یکی از بهترین استعدادهای 20 سال اخیر رپ فارسی و 500 سال آینده که اصلا رو دستش امکان نداره بیاد، نشده، آقای علی گرامی یه آهنگ دادن که از این ریمیکسایی که بچه‌های فان و اینا انیمیشن و اینا درست میکنن توی اینستاگرام ضعیف‌تره، چه از لحاظ اینکه از یه ای به یه زدی بره ما نفهمیدیم مثلا چه اتفاقی داره اونجا میفته، با اینکه ترک مثلا ایموشنال قراره باشه. فالش اصلا این که از کجا باید شروع کنی، کجا تموم کنی، همه اینا اصلا مهم نیست. و گوش خراش، یعنی حشمت شو کاش بیاد آهنگ بده، اینو بشوره ببره. خیلی جالبه، واقعا نکته عجیبی بود که چجوری این همه سواد و اینا خروجیش شد یه همچی چیزی. من نمیدونم، خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. و حالا اون دوستانی که گیر میدادن که آقا چرا یکم فدایی فالشه، اونا چرا؟ اونا مگه شما نه به فالشیت نبودین، نه به غیر استاندارد بودن نبودین؟ چرا صداتون در نمیاد؟ چجوریه؟ فقط برای یه سری بده، برای بقیه خوبه؟ پولو تیز بزن به کارت بانکیم، میاد چه کار بانتیم،
اگه بشه یه جام پابلیک کنم کیرمه یهود و نجات دادی. نمونده بود برام توانی دیگه کردم با خودم تبانی شدم رو محرک جوانی دیگه نیستم دنبال تلافی میرسه بم با این تفاسیر دشمنام همه ترسو یه جو بیرون میزنه بواسی جیمزون میشن وحشی با صدام تو اهلی و چون شقه رفم تو اگه کشه کم بیاد فدایی درد نیست توی رب واسه من توی 20 دلار واسه بولشت مهدیار تا ابد با من میمونم پر نمیشه جای خالی رسیدم ترکیه با بهار مالم تا فک کادی کوی میاد کایتانه شاسی بلنده سانتافه میگه ایشلی بیدیش انگه آلمانه مینویسم میشه اسرار فاش تو با تیم بیا میخوری باز پنج بار کارت مینویسم تا خون تورک جریان داره کل ایران میزنه فریاد با انگا تنها تریم کنار هم انگا یکم دیره برا نجات من الان پاکمه تام بر اسب تراولن موندن راد یکیشون از گنگشون لفت داد باز دوباره تاریخ میشه تکرار او 16 به آب بوی دادم اختار کلش یو باز شد دم افتار چینگ من داون حتی تو ما رمز چینگ میشی حتی با کینگام دختره بعد قفلم به در بیا منتظرم سیگارام دود میشه پای سر هم نداده بودی تو قول مگه من حالو تو کلی زاخ که دارمه چی شد آخرش دست از سر مرم بردار هم وقت هم گرفت سنگار بقر ماها رفیق تنهاییاتم سکوت سرد شبا درمونه بی کسیاتم این دهنهای اسلحه خورده ایمان زنجیر گردن مؤمن نقطه سر خطی و ته جمله رسانه ها همه زردن تیترا میگن کلیکم کلیکم کن کلیک خونواده رو غرور ما برف و روش آدم و تو سوزه را نبودون بغو کوبیدیم به جای همه ولی کس برام و سورنا نشد کوکتل بیلبورد ما هم دیدیم. یه نکته دیگه جا داره اشاره کنم این که برام واقعا عجیبه کسایی که بهشون میگیم استعداد اینها توی زیر 50 تا ترک تموم میشن از نظر حرف جدید فرم جدید همه چی تموم میشن و یه سری آهنگای ضعیف عجیب غریب میبینیم که بعد ایرادا میره سمت کسی که آقای 20 ساله داره میخونه چرا یه دونه بارش تکراری شد تو این دهت. این از این دمتون گرم و جا داره اشاره کنم که چه سیرکیه حاجی واقعا سیرکه خیلی خنده داره همین میشه که خیلی ها جرئت نمیکنن نظرشون رو بگن یا خیلی ها قبقبشون زیادی باد میشه که فازهای عجیبی میگیرن میشن امیر تتلو با اینکه خیلی هم استعداد دارن و اینها به امید خدا یه روزی درست میشه. این به امید خدای صرفاً این نیست که حتما خدا بعد کاری بکنه دیگه جزوی از ادبیاتمونه منظورو میرسونه این نمادیه حسو میرسونه به امید اون روز ولی تا اون روز احتمالاً منم خودم خیلی کمتر راجع به عقاید خودم صحبت بکنم چون واقعاً نمیصرفه و انشالله اینم نمادی بود. یک پادکست خواهیم داشت با دوستی که حسابی این کار است و راجع به بعضی از داستانا کامل صحبت میکنیم. دمتون گرم که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیو بعدی سی یو سون.